نام جنگ همیشه تداعیگر تباهی و ویرانی است. اما چه چیزی قصه های جنگی رو برای ما جذاب میکنه؟ عشق یکی از مفاهیمی است که در پس قصه های جنگی روایت میشه. موضوع اصلی این رمان اشغال فرانسه به دست نازی ها در جنگ جهانی دوم و غارت آثار هنری این کشوره. دختری که رهایش کردی دو روایت از دو زندگی است، زندگی لیف و صوفی، که اگرچه در نهایت به هم گره می‌خورند اما هر کدام در مکان و زمان جداگانه اتفاق افتادند و آنچه این دو را پس از یک قرن به هم پیوند می‌دهد یک تابلوی نقاشی است، تابلویی که در جریان جنگ از فرانسه به انگلیس منتقل شده. همیشه چیزهایی که زود تموم میشن کاملتر به نظر میرسن. ستاره های سینمایی که جوون مردن اینو ثابت کرده.